دایان کارول، ستاره سیاه‌پوست تلویزیون و سینمای آمریکا، جمعه روز گذشته در منزلش در ناحیه هالیوود غربی در ایالت کالیفرنیا درگذشت. مدیر تبلیغات خانم کارول گفته است دلیل مرگ این بازیگر 84 ساله عوارض ناشی از سرطان پستان بود. خانم کارول با ایفای نقش در نقش یک پرستار در سریال تلویزیونی موسوم به جولیا از موانع نژادی عبور کرد. همکارم رامش راسخ در استودیو شهر داد تا خانم کارول چگونه تونسته از موانع نژادی عبور کنه. رامش، عرض به حضور پیام عزیز، با سلام به حضورت. خانم دایان کارول اولین بازیگر آمریکایی آفریقایی تبار یا به عبارتی سیاه‌پوست در تاریخ رادیو، تلویزیون و سینمای آمریکا بود که یک نقش شاخصی رو ایفا کرد. چرا؟ قبل از اون همه هنرپیشه‌های سیاه‌پوست فقط نقش‌های پیشخدمت و خدمتکار و کشاورز نگونبخت در گرمای طاقت فرسای تابستون بازی می‌کردن. این خانم اومد و در واقع با این مسئله راهگشای ایفای نقش‌های خطیر از سوی بازیکنان و بازیگران سیاه‌پوست. و حالا اهمیت دایان کارول رو در تاریخ تلویزیون و سینما هم اگر اشاره بکنی. یکی همین بود که واقعا پیشگام این مسئله بود. دومی که واقعا سعی کرد از حقوق سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان به طور کلی در صنعت سینما حمایت کنه. در سال 1962 خانم دایان کارول رفت و در برابر یک کمیته کنگره در واشنگتن ادای شهادت داد و گفتش که به اندازه کافی هنرپیشه‌های سیاه‌پوست در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی استخدام نمی‌شن. این کار باید عوض شه. اون موقع واقعا نادر بود که یکی بیاد، اون هم یک هنرپیشه سیاه‌پوست، و بیاد در برابر کنگره ادای شهادت بده یا به اصطلاح اعتراض بکنه. این یکی از مهمترین کارهای او در واقعا تاریخ سینما و تلویزیون آمریکا است. ممنون از تو رامش راسخ.